امروز با هم میخواییم به یکی از کشورهای همسایمون در شمال ایران و در منطقه قفقاز سفر کنیم. سرزمینی با ارتفاعات کوهستانی دلفریب و رودهای پرآب که قدیمی‌ترین کلیساها و صومعه‌های دنیا رو در خود جای داده. کشوری کوچک که به دلیل عدم نیاز به گرفتن ویزا و همچنین مغروم به صرفه بودن هزینه ها یکی از گزینه‌های محبوب سفر در بین ایرانی‌ها به حساب میاد. اینجا ارمنستانه. ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری محصور در خشکی در قفقاز جنوبیه. این کشور از شمال با گرجستان، از شرق با آذربایجان، از جنوب با ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و از غرب با ترکیه مرز مشترک داره. مساحت ارمنستان در حدود 30,000 کیلومتر مربع، یعنی چیزی در حدود استان کردستان. در این کشور 2,800,000 نفر زندگی می کنند که تقریبا تمامی مردم این کشور ارمنی بوده و مسیحی هستند. این منطقه در طول تاریخ به شکلی استراتژیک ما بین آسیا و اروپا قرار گرفته و همواره امپراتوری های بزرگی رو در خود دیده. در سال 1813 میلادی در پی جنگ های ایران و روسیه در دوران قاجار و بر اساس عهدنامه گلستان، حاکمیت ارمنستان به امپراتوری روسیه واگذار شد. ارمنستان تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخشی از این اتحادیه بود و سرانجام در سال 1991 تونست به استقلال برسه. اما این پایان ماجرا نبود. پس از استقلال، ارمنستان در فکر کشورگشایی بود و با کمک نیروهای روسیه به آذربایجان حمله کرد و 20% خاک آذربایجان که شامل منطقه قره‌باغ و شهرهای اطراف اون بود رو اشغال کرد. این مسئله باعث شد که قطعنامه‌های متعددی در سازمان ملل علیه ارمنستان صادر بشه و در ادامه ارتباط ارمنستان با دو کشور ترکیه و آذربایجان قطع شد. نزدیک 30 سال مذاکره بین آذربایجان و ارمنستان با نظارت گروه مینسک برای بازگرداندن مناطق اشغالی به نتیجه نرسید و در نهایت در سپتامبر سال 2020 جمهوری آذربایجان با عملیاتی گسترده به قره‌باغ حمله کرد و در جنگی که 44 روز به طول انجامید تونست مناطق اشغالی رو پس بگیره. از اونجایی که ارمنستان محصور در خشکیه و از منابع زیرزمینی خاصی نیز بهره‌مند نیست، جنگ‌ها، تنش‌های سیاسی و بسته بودن مرز کشور با آذربایجان و ترکیه در طول این سال‌ها باعث شده پتانسیل‌های تجاری کشور محدود بشه و نتونن توسعه پیدا کنند. به همین دلیل هم بخشی از جمعیت ارمنستان برای کار به خارج از کشور رفته و برای خانواده خود پول می‌فرستند و این پول‌های ارسالی برای این مردم بسیار اهمیت دارند. اگر قصد سفر به ارمنستان دارید، در صورت تمایل میتونید از مرز نوردوز در جلفا به صورت زمینی وارد این کشور بشید. اما توجه داشته باشید که به دلیل کوهستانی بودن منطقه و جاده‌های پرپیچ و خم نزدیک 8 ساعت در جاده خواهید بود. راحت‌ترین روش سفر به ارمنستان از طریق هواپیماست. فرودگاه ایروان نیز این مزیت رو داره که داخل شهره و به محض خروج از فرودگاه وارد شهر میشید. به محض دیدن فضای شهر یاد فیلم‌های زمان شوروی میافتید. همه ساختمون‌ها و مغازه‌ها کاملاً به همون سبک هستند که نشون میده از اون زمان تغییر زیادی در کشور ایجاد نشده. پایتخت این کشور با نزدیک 1,000,000 نفر جمعیت، شهر ایروانه. ایروان توسعه یافته‌ترین و پربازدیدترین شهر ارمنستانه و بیشترین مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی رو در خود جای داده. در واقع بجز ایروان، سایر مناطق کشور، روستاها و شهرهای کوچیک رو شامل میشن و فضای آرام و بی‌تحرکی دارند. ایروان شهری با سابقه تاریخی بسیار زیاده و بر اساس تحقیقات باستانشناسی، پیشینه سکونت انسان‌ها در این منطقه به حدود 4000 سال قبل از میلاد میرسه. اگر از بالا به شهر نگاه کنیم، می‌بینیم که ایروان شهر کوچیکیه و از بناهای مدرن و بلند خبری نیست. خیابون‌های پایتخت تمیز هستند و هر نوع ماشینی با هر قیمتی رو در خیابون‌ها می‌تونیم ببینیم. در نقاط مختلف شهر، بناها و مجسمه‌های زیادی وجود دارند که از دوران شوروی باقی موندند. میدان‌های ایروان مخصوصاً در آخرهای هفته شلوغ میشن. مردم به وقت گذروندن در کافه‌ها و پارک‌ها خیلی علاقه دارند و به همین دلیل در اینجا کافه‌های زیادی رو مشاهده می‌کنید.
همچنین در نقاط بسیاری از مناطق شلوغ شهر این آبخوری ها رو میبینید که عابران پیاده به صورت رایگان از اونها استفاده میکنن. یکی از مسائل مهمی که لازمه در ارمنستان رعایت کنید اینه که با مردم کشور وارد بحث سیاسی نشید، زیرا تنش‌های داخلی و خارجی کشور بر روی مردم تأثیر گذاشته و نسبت به بسیاری از مسائل حساس هستند. مردم ارمنستان با مردم ایران برخورد بسیار مناسبی دارند و حتی برخی از اونها با زبان فارسی نیز آشنا هستند. باید توجه داشته باشید که این مردم نسبت به شهروندان ترکیه و آذربایجان نگاه سردی دارند و حتی گردشگران این کشورها را نیز تحمل نمی کنند. همین مسئله در مورد شهروندان ترک ایران نیز صادقه و زمانی که بفهمن ترک هستید دیگه شاهد برخوردی گرم نخواهید بود. مردان ارمنی عموماً چهره جدی دارند، اما زنان ارمنی به نسبت مردان پر انرژی تر بوده و به ظاهر خودشون هم بسیار توجه می کنند. مردم در اینجا به زبان ارمنی صحبت می کنند، اما در سطح کشور زبان روسی نیز رایجه. واحد پولی این کشور درام ارمنستانه. حقوق پایه در حدود 180 دلار و میانگین درآمد ماهانه نیز بین 300 تا 400 دلاره. همانطور که مشخصه سطح درآمد در این کشور بسیار پایینه و مردم در سنین بالا نیز مجبورن که کار کنند. زنان ارمنستان اگرچه سعی میکنند در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، اما پس از به دنیا آوردن اولین بچه فعالیتشون به خونه‌داری محدود میشه، زیرا ارمنستان ساختاری مرد سالار داره. در این کشور بچه دار شدن مسئله بسیار مهمیه، زیرا حفظ بقای این کشور 3 میلیون نفری در کنار مهاجرت فراوان جوانان کار راحتی نیست. یکی از بخش‌های تولید که ارمنستان در اون بسیار موفق بوده صنعت شرابه و میتونم بگم که شراب تقریبا تنها چیزیه که در این کشور واقعا ارزونه. مردم در اینجا به شراب تولیدی خود بسیار اعتقاد دارن و در رستوران‌های لوکس شهر که معمولاً در اطراف میدان جمهوری هستند میتونید انواع این شراب‌ها رو امتحان کنید. میدان جمهوری میدانی بیزی شکل و بزرگه که اطراف اون پر از بناهای تاریخی، موزه، گالری و ادارات دولتیه. این میدان یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهره و همچنین محلی برای خوشنشینی و گذراندن اوقات مردم شهر، علل خصوص در شب‌هاست. تفریحات شبانه بخش جذابی از سفر به کشور ارمنستانه و بیشتر سالن‌ها، دیسکوها، بارها و کلوب‌های شبانه در حوالی میدان جمهوری قرار دارند. پس از ساعت 10 شب در سایر نقاط شهر پرنده پر نمی‌زنه و تمام کسانی که دوست دارن تفریح کنن در این منطقه جمع میشن. یکی از ویژگی‌های این میدان و خیابون‌های اطرافش اینه که نوازندگان خیابونی بسیاری می‌بینید. نوازندگانی با آلات موسیقی متفاوت و با سبک‌های گوناگون که به فضای شهر رنگ و بوی دیگری می‌بخشند و مردمی که فرصت رو غنیمت شمرده و با رقص و همخونی کردن به شادی می‌پردازند. با کمی پیاده‌روی به پارک ورنیساژ می‌رسیم. پارکی پر از مجسمه دولت مردان ارمنی که در انتهای اون بازار ورنیساژ جای گرفته. در واقع بازار ورنیساژ یک بازارچه صنایع دستیه که تقریبا هر چیزی که بخواید در اونجا میتونید پیدا کنید. یکی از چیزهایی که در ایروان به چشم میخوره پلیس هایی است که با لباس نظامی در شهر میگردند. در اینجا مردم علیه سیاست های دولت اجتماعات زیادی برگزار میکنند. به همین دلیل پلیس ها همیشه در حالت آماده باش هستند تا مانع هر گونه بی‌نظمی بشن. کمی اون طرفتر میدان آزادی ارمنستانه که ساختمان زیبای اپرای شهر در اون جای گرفته. در طول سال در این میدان مراسم مختلفی برگزار میشه و همچنین محوطه این بنا محلی برای تفریح و سرگرمی کودکان به حساب میاد. روبروی ساختمان اپرا و در انتهای بلوار یکی از جاذبه‌های ایروان به نام کاسکاد جای داره که البته ایرانی‌ها اون رو به نام هزار پله می‌شناسند. این مجموعه در سال 1980 ساخته شده و دارای 572 پله است. با بالا رفتن از پله‌ها، حوضچه، آبنما و مجسمه‌های زیبای بسیاری به چشم می‌خورند. از بالای کاسکاد چشم‌اندازی تقریبی از سطح شهر قابل مشاهده است. البته برخلاف انتظارات این چشم‌انداز آنچنان وسیع نیست.
اما میتونید منظره‌ای پوشیده از برف از رشته کوه آرارات ترکیه رو مشاهده کنید. تقریبا تمامی کوه از ایروان قابل رویته که نشون میده شهر ایروان به مرز ترکیه بسیار نزدیکه. اگر در سفرتون به ارمنستان جدای از پایتخت قصد داشته باشید که از دیگر مناطق این کشور نیز دیدن کنید، با خارج شدن از شهر به آرامی از زندگی مدرن نیز فاصله میگیرید. در ارمنستان مناطقی وجود دارند که سالهاست بدون تغییر باقی موندند. در این مناطق وضعیت بناها، خودروها و زندگی مردم شما رو با خودش به 20 سال قبل میبره. گردشگرانی که از ایروان خارج میشن بیشتر قصد دارند تا از مناطق کوهستانی ارمنستان دیدن کنند. مشاهده کلیساها و صومعه‌های تاریخی که در ارتفاعات ساخته شدند و همچنین آشنایی با زندگی روستایی مردم گردشگران رو به این نواحی میکشونه. دریاچه سوان یکی از جاهای دیدنی ارمنستانه که در فاصله 60 کیلومتری شمال شرق ایروان جای گرفته. در محل دریاچه بازارچه‌ای با محصولات تزیینی و صنایع دستی وجود داره و همچنین در کنار دریاچه میتونید قایق اجاره کرده و در دریاچه به تفریح بپردازید. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.